maar nou dat ik heb dus een zo was een 35 دقیقه بعدش اشکال کار اینه که افراد شورت میزنن. اشکال کار اینه اگر نه من بار دوم میبینمشون. بار اول در این جشن گروه رادیو همراه داشت یک سال پیش و خیلی خوشحالم که از نزدیک آشنا شدم باشم و وظیفه معرفیشون رو من عهده‌دار شدم. خانم دکتر گیتی نوذری، من وقتی که نامه یا به اصطلاح ریمایندر آقای دکتر حسین زاده رو براشون فرستادم، یعنی منم فرستادم یادتون نره بیان فلان روز، بعدش به من یه نامه نوشتن دو از این قبیل ایمیل فرستادن که نوشته بودم به طور کلی که من با وجود که خیلی گرفتاری داشتم دچار تصادف شدم چه ولی حتما میام، ولی اگر نیامدم شما وظیفه داشته باشید که از طرف من مردم رو مشغول بکنیم، جا شما بدم آواز بخونم. بعد خودشم نوشتن که از رشید بهبودوف یا آواز بخونم. من کجا از شما که لطف کردین و وقتتون رو گذاشتین برای شنیدن صحبت من. همینطور که آقای جاوید گفتن، من توی کار ریسرچ بودم و استادیار دانشگاه تهران بودم. از یه همچین آدمی به طب باید انتظار داشت که هم یه خورده فضول باشه و هم یه خورده بر حسب معلم ها که معمولا به شاگرداشون میگن چی کار باید کرد چی کار نباید کرد، از این اخلاقای بعد هر دوتاشو من دارم. یک بیماری هست که به اصطلاح ارثیه و این کمخونی تالاسمی، یعنی تالاسمی کلمه یونانی تالاس به معنی دریاست، تالاسمی یعنی خون دریایی یا دریا در خون. این معنیش نیست که خون اینا آبکی نمیدانستم، شب با تو خونودم و نمیدانستم، زن برده بودم به خون که من بودم، من جمله تو بودم و نمیدانستم. در این هفته گذشته دو تا دختر خانم، یکی 14 ساله، یک خانم دیگه که چون سرطانشون خوب شده است، گفتن که ما حاضریم منو ریسک کنیم تا بعد یه روزی زمانی که شدش داروی پیدا شد موقع منو نگرده. و این خانم دختر خانم میمیده طور طبیعی میمیده و بعد طبق نصیحت و وصیتش حالا چیزش کردن. خیلی موضوع جالبی رو مطرح کردن. این یک متدیه که امروز خیلی ازش استفاده میکنم. مثلا خانم دخترهایی که خیلی سختگیر هستن و رضایت نمیدن که شوهر رو پیدا بکنن، ازدواج بکنن، نزدیک 30 سالگی اینا میرن تخمکاشون فریز میکنن، میذارن اینو توی چیز، برای اینکه یه موقع مثلا اومدن 40 سالش شد شوهر کرد، تخمک 40 ساله تخمک پیریه و بهترین بچهش در نمیاد.